مبارزه الهام بخش کارگران در آمریکا برای افزایش حداقل دستمزد روز پنجشنبه 5 دسامبر برابر با 14 آذر هزاران کارگر غذاهای آماده که به فست فود مشهور است برای افزایش حداقل دستمزد فدرال در 130 شهر ایالات متحده آمریکا اعتصاب و تظاهرات کردند. این کارگران که عمدتاً در رستوران‌های زنجیره‌ای به کار مشغولند، خواهان افزایش حداقل دستمزد فدرال از ساعت 7.25 دلار به 15 دلار در ساعت هستند. این اعتصاب و تظاهرات متحدانه و سازمان یافته مورد پشتیبانی کارگران آمریکا و به ویژه کارگران خرده فروشی‌ها، کارگران خانگی و پرستاران قرار گرفت. اعتصاب و اعتراضات مذکور توسط اتحادیه بین‌المللی کارگران خدمات فراخوان داده شده بود. اوباما، رئیس جمهور آمریکا و شهرداران عضو حزب دموکرات در ایالت پنجاهگانه آمریکا گفتند که در برابر این خواست کارگران تنها از افزایش حداقل دستمزد فدرال تا ساعتی 10.10 دلار تا سال 2015 حمایت خواهند کرد. تغییر حداقل دستمزد سراسری با کنگره آمریکا است، اما ایالات مختلف می توانند حداقل دستمزدی بیش از حداقل دستمزد سراسری را به تصویب برسانند. هم‌اکنون بعضی از ایالات بر طبق قوانین داخلیشان کمی بیش از حداقل دستمزد فدرال به کارگران می پردازند. آخرین بررسی ها نشان می دهد که کارگران فست فود به طور متوسط 9 دلار در ساعت دستمزد می گیرند که با توجه به سطح قیمت ها در ایالات متحده دستمزد بخور و نمیری است. این کارگران و خانواده هایشان به دلیل فقر غذایی از حمایت های بیمه تغذیه استفاده می کردند. با کاهش کمک های حکومت فدرال در این عرصه تحت عنوان کاهش کسر بودجه، این کارگران مانند میلیون ها کارگر دیگر آمریکایی زیر خط فقر زندگی می کنند. خواست افزایش حداقل دستمزد فدرال به 15 دلار در ساعت در آمریکا پشتیبانی 10 میلیون کارگر را جلب کرده و همین امر حزب دموکرات و فدراسیون کار آمریکا را به حمایت از درجه ای از افزایش دستمزد واداشته است. مبارزات کارگران فست فود در 130 شهر آمریکا می تواند الهام بخش کارگران ایران باشد. مسئله افزایش حداقل دستمزد سال 93 در وزارت کار مطرح شده است. علی ربیعی وزیر کار روحانی روز 13 آذر در یک برنامه تلویزیونی در مورد تعیین حداقل دستمزد وعده داد که در سال آینده قدرت خرید کارگران را افزایش خواهد داد. او گفت که در زمینه حداقل دستمزد دستور آغاز مطالعات را داده است و از هفته‌های آینده مذاکره با نمایندگان کارگران و کارفرمایان آغاز می‌شود. ربیعی از تعیین الگوهای مختلف برای دستمزد 93 سخن گفت و افزود یک نگاه در تعیین مزد به تورم است، اما نمی‌خواهیم به یک جیب کارگر چیزی اضافه کنیم و جیب دیگر او برداریم. بنابراین می‌خواهیم تورم را کاهش دهیم تا قدرت خرید آنها افزایش یابد. این سخنان به معنای تعلیق به محال کردن افزایش قدرت خرید کارگران است، زیرا جناب وزیر که در امر شکنجه تخصص دارد و نه در اقتصاد، این امر را به کاهش تورم موکول می‌کند و نه به افزایش حداقل دستمزد به حدی که قدرت خرید کارگران را افزایش دهد. کاهش تورم از وعده‌های حسن روحانی در دوره انتخابات هم بود، اما در 3 ماه گذشته علی‌رغم ادعاهای اعضای کابینه قیمت‌ها به طور روزانه افزایش داشته است. نگاهی به تاریخچه تعیین حداقل دستمزد در جمهوری اسلامی گویای این واقعیت است که حداقل دستمزد در ایران به میزان فشار و مبارزه کارگران و بدین معنی به توازن قوای بین رژیم و کارگران بستگی دارد. در طول عمر این رژیم فقط در سال 58 که هنوز کارگران و نیروهای مبارز و انقلابی وسیعاً در میدان بودند، حداقل دستمزد بیش از میزان تورم بوده است. در بقیه سالها حداقل دستمزد کمتر از میزان تورم اعلام شده دولتی تعیین شده است.
با اینکه قانون کار در سال 69 به تصویب رسید و بر طبق اصل 41 آن حداقل دستمزد باید بر اساس میزان تورم اعلام شده دولتی تعیین شود، اما این کار هرگز عملی نشده است. برای نمونه بانک مرکزی در اسفند 91 نرخ تورم را 32% اعلام کرد، ولی شورای عالی کار فقط 25% به حداقل دستمزد اضافه کرد و آن را به 487125 تومان در ماه برای سال 92 رساند. این در حالی بود که نرخ تورم واقعی برای کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران و کرایه مسکن چندین برابر آن بود و پس از آن نیز به طور روزانه افزایش یافت. تازه همین میزان از حداقل دستمزد فقط شامل حال مشمولین قانون کار میشد که طبق محاسبات مقامات رژیم تنها حدود 11 میلیون نفرند. میلیون ها کارگر شاغل در کارگاه‌های زیر 10 نفر، کارگران قالیباف ها، بخشی از دارندگان قراردادهای موقت و سفید امضا و نیز تمام کارگران شاغل در بازار غیر رسمی از شمول آن کنار گذاشته شدند. افزایش دستمزد یکی از مطالبات اساسی طبقه کارگر است و تحمیل آن به دولت، سرمایه‌داران بخش خصوصی و سپاه پاسداران به عنوان بزرگترین کارفرما در ایران به مبارزات متحدانه، پیگیرانه و سازمانی یافته احتیاج دارد. مبارزات و اعتراضات خیابانی کارگران فست‌فود در آمریکا و نیز تجارب مبارزاتی خود کارگران ایران می تواند سرمشقی برای مبارزه برای افزایش دستمزد در حال حاضر باشد.